envolé de moi en 1940 pour voyager en Iran à cause des déclarations de bien les méthodes modernes d'Erosé. در سال 1940 از من خواسته شد تا جهت اظهار نظر در مورد روش‌های مدرن آبیاری به ایران سفر کنم. La méthode qu'on utilise traditionnellement de 1000 ans. روشی که به طور سنتی از هزاران سال پیش در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت، آبیاری با قنات بود. En première rencontre, j'ai aperçu que l'entendu de l'Iran. در نخستین بازدید، پهنه وسیع از ایران را بیابان یافتم. جایی که زندگی بدون قنات امکان‌پذیر نبود. La place qui n'était pas de bien-être. من در ابتدا از چند قنات ایرانی دیدن کردم. در اولین برخورد قنات را سازه بدوی یافتم که باید به دست فراموشی سپرده شده و فناوری جدید غربی جایگزین آن شود، یعنی حفر چاه عمیق و استخراج آب توسط موتورپمپ. آن زمان گمان داشتم این روش مدرن از هر لحاظ بر قنات برتری دارد. اما اقامت 20 ساله در ایران و تحقیق در مورد قنات دیدگاه مرا در مورد این سازه با شکوه ایرانی تغییر داد. در مسیر این تحقیقات چند قنات ویژه مرا متحیر کرد که هر کدام با یک شگفتی مرا به تحسین وامی داشت. در این میان اوج خلاقیت و مهارت مهندسی را در قنات قصبه گناوات می دیدم. قناتی که هم با درشت دالان زیرزمینی به طول 33 کیلومتر و شگفت‌تر از آن چاه‌های بسیار عمیق، عمق آنها گاهی تا 300 متر نیز می‌رسد. در آغاز ورود به ایران هر چیزی در شهرهای کبیری برایم تازگی داشت. دیوارهای گلی، خانه‌های خشتی و آجوری، البته درختان سرسبز در دل کبیر. آبادی در اینجا مدیون آبی است که قنات‌ها از اعماق زمین به ارمغان می‌آورند. سازه‌های منحصر به فرد که با هیچ هزینه‌ای و تنها با استفاده از نیروی جاذبه آب را از اعماق زمین بر سطح مان جاری می کنند. قنات ایران سرزمینی است نیمه خشک که جز با حفر قنات زندگی در بخش وسیعی از آن جریان نمی یافت. معماری شهرهای ایرانی تا حدود زیادی متأثر از قنات است. پایاب، آب انبار، آسیاب، خانه، بازار، مسجد و مدرسه همه بناهایی هستند که بر اساس معماری قنات و مسیر حرکت آب شکل می گیرند. ایرانیان از دیرباز نبوغ ویژه‌ای در زمینه بهره‌برداری و استخراج آب از سفره‌های زیرزمینی داشتند. ایران سرزمین قنات هاست. قنات های کوچک و بزرگ و هر از گاه بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز. من از همان ابتدا رغبت داشتم تا از یکی از کهن و شگفت‌ترین قنات‌ها یعنی قنات قصبه گناوات دیدن کنم. شهرهای کبیری شهرهایی هستند ساخته شده از خشت و گل، البته آباد و زیبا و چشم نواز. قدم زدن در این کوچه ها برای من که از سرزمینی پر از آب آمده بودم حس عجیب و باشکوهی داشت. میزان بارش باران در این سرزمین ناچیز است. هر قطره آن نیز قدر و منزلتی عجیب نزد مردمان این سرزمین دارد. در این آبادی سالیانه فقط 150 میلی لیتر باران می‌بارد، در حالی که در اروپا بیش از 15 برابر این مقدار بارندگی وجود دارد. اگر اقلیم اروپا سرسبز است، انسان در این سرسبزی نقش زیادی ندارد. اما اینجا در پهنه دشت هر جا سرسبزی به چشم می‌خورد، بدون زحمت و تلاش انسان میسر نیست.
چشمنداز سرسبزی روح و جانم را تازه می کند و قدم زدن در لابلای شبدرها به من که از گرما بیقرار شدم آرامش می بخشد. اینجا نه بارانی است فراوان و نه رودی در جریان. پس این همه سرسبزی مدیون چه چیزی است؟ گیاهان، درختان گوناگون، نسیم خنک و آواز پرندگان حکایت از چه دارند؟ اینجا آب فقط در اعماق زمین است. اما مگر رساندن آب از دل زمین به پای گیاهان تنها با حفر چاه امکان پذیر است؟ آن هم بدون استفاده از نیروی موتور؟ راز ماندگاری حیات در این بیابان ها فقط در یک چیز نهفته است. آن هم در ابداع سازه خلاقانه به نام قنات. جز قنات چیست که به پای گیاهان آب برساند؟ جز قنات چه چیزی آب را همیشه و در همه فصول جاری می سازد؟ و اما چگونه و چه کسانی توانستند آب را از دل زمین بر سطح آن جاری کنند؟ نخستین چیزی که پیشینیان این سرزمین بر آن واقف بودند وجود سفره‌های غنی آب در اعماق زمین بود. آنها با حفر چاه می توانستند به این آب دست پیدا کنند. اما آبی که از چاه و توسط چرخ چاه استخراج می شد برای کشاورزی کافی نبود. اولین تلاش استخراج آب با نیروی حیوانات بود. روشی همانند گاوچاه انسان را قادر می سازد که با استفاده از نیروی گاو دلو پر از آب را از اعماق چاه بیرون کشیده و در جوی آبی جاری سازد. اما این روش بسیار پرهزینه و مشقت بار است و آب حاصله نیز بسیار اندک و ناچیز. آنها به آبی نیاز داشتند که فراوان باشد و همیشه در جریان. اولین ایده که منجر به ابداع قنات شد ایده حفر چاه افقی بود. اگر بتوان چاه عمودی را به چاه افقی تبدیل کرد، آب از دل سفره‌های زیرزمینی به سطح زمین جریان می‌یابد. اما نکته اینجاست که اگر چاه عمودی چندین متر باشد، چاه افقی چندین کیلومتر خواهد بود. در قنات‌های دشتی همانند قنات قصبه گناباد، عموماً این طول به مراتب بیشتر از قنات‌های کوهستانی است. این آب همیشه و در تمامی فصول جاری خواهد بود و مقدار آن به اندازه ایست که بتوان زمین های زیادی را زیر کشت بود. برای حفر یک قنات کوهی لازم است که جلوی ابرها را بگیرد و ریزش ایجاد کند. زمینی در دامنه کوه لازم است که سیلابها را در خود ذخیره کند. شیبی لازم است که حفر قنات و جریان آب را ممکن سازد و زمینی نسبتاً حاصل خیز که آب قنات در آن به بار بنشیند. این شرایط به صورت کامل در قنات قصبه وجود دارد. اولین مرحله حفر قنات جستجوی سفره آب زیرزمینی مناسب است. به این منظور مهندس قنات از کوپایه ها شروع می کند. در قنات قصبه کوه دره دیسپان نقطه شروع جستجو بوده است. مغنی بر اساس مسیر حرکت آب باران در دامنه کوه ها، دره ها و بستر رودخانه های فصلی به دنبال نشانه هایی از وجود سفره آب زیرزمینی می گردد. باران که در کوهستان ببارد از شیب کوپایه ها در مسیر دره ها جاری خواهد شد. پس مغنی در ادامه باید از کوهپایه ها قدم در شیب دامنه بگذارد و در امتداد مسیر رودخانه های فصلی به جایی برسد که از سرعت رود کاسته شده و سیلاب در زمین نشست می کند. مغنی
همه نشانه ها و شواهد را در پی یافتن محل دقیق سفره آب زیرزمینی جستجو می کنند. در این میان گیاهان می توانند نشانه از وجود آب باشند. هر گیاهی در خود راز و نشانه ای دارد. ریشه برخی از گیاهان بسیار طولانی است و خود را به نم و رطوبت اعماق زمین می رسانند. برای مغنیان مجرب وجود یک شاخه سبز بر خاک کافی است که عمق سطح آب زیرزمینی را در آن نقطه حدس بزنند. بعضی از گیاهان بر وجود آب گواهی می دهند. لوغ، تاجریزی، پونه، ترشک کرفس آبی، نی نازک میانپر، گاو زبان، کنگر، گزنه، شیرین بیان و الفق، درخت بونه و علف بوریا، پنج انگشت، هویج و کلم صحرایی، علف هفت‌بند، خار شتر، نی و خزه دلالت بر وجود آب زیرزمینی دارند. شواهد که کامل شد، مهندس قنات باید محلی را برای حفر اولین چاه پیدا کند. این چاه چون به منظور پیشبینی وجود سفره آب زیرزمینی حفر می شود، چاه گمانه نام دارد. این چاه حفر می شود تا مغنی بداند که آیا واقعا پیشبینی او درست بوده یا خیر. اگر چاه گمانه به اندازه کافی آب داشت، مراحل بعدی حفر قنات ادامه می یابد و این چاه از این پس مادر چاه نامیده می شود. من در ابتدا گمان داشتم که عمیق‌ترین چاه موجود یعنی چاه 300 متری همان چاه گمانه است. اما پژوهشگران ایرانی به من شواهدی را دادند که چاه گمانه عمقی در حدود 140 متر داشته و در همین عمق نیز به آب رسیده است. آنها بر این باورند که در سالهای بعد با ادامه حفاری به سمت کوپایه ها عمق چاه ها نیز افزایش یافته است. پس از حفر چاه گمانه چه محاسباتی لازم است تا بتوان آب نهفته در دل زمین را از طریق دالان زیرزمینی به سطح زمین رساند؟ مهندس قنات می داند حفر دالانی طولانی مسائل و ابهامات دیگری را پیش روی او خواهد گذاشت. او چگونه باید مسیر دالان را در زیر زمین محاسبه کند؟ این مسیر چگونه و در کجا به سطح زمین خواهد رسید؟ سطح تراز را چگونه میتوان در زیر زمین محاسبه کرد؟ چه شیبی را باید برای جریان آب در نظر گرفت؟ خاک‌های حاصل از حفر دالان را چگونه باید از عمق زمین خارج ساخت؟ اینها همه سوالاتی است که مهندس قنات با آن مواجه است. او اندیشیده است که با حفر چاه‌های پیاپی در امتداد مسیر دالان میتوان خاک‌ها را از دالان خارج ساخت. از این پس چاه گمانه مادر چاه و دهنه خروج آب از زمین مظهر نام می‌گیرد. گذشتگان در بیش از 3000 سال پیش با چه دانش و چه ابزاری قادر بودند مسیر تراز افق را در عمق زمین محاسبه کنند؟ ابتدا آنها نیاز داشتند تا مسیر تراز را در سطح زمین مشخص کنند. مهندسین آن زمان برای این کار از ابزارهای خلاقانه بهره می جستند. ابزار اول پایه‌های ترازکشی است. این ابزار باید قادر باشد محور عمود بر سطح زمین را نشان دهد. برای این کار پایه از جنس چوب بر روی سطح مربعی شکل نصب می شود. با نصب 4 شاغول فلزی در 4 طرف پایه می توان تشخیص داد که آیا پایه در امتداد محور عمود قرار گرفته است یا خیر. قرارگیری پایه در امتداد محور عمود برای افزایش دقت محاسبات ترازکشی ضروری است. هنگامی که دو پایه در دو نقطه متفاوت در مسیر حفر قنات استوار شدند، ترازکشی شروع می شود. ابزار دوم ترازی است که سطح افق را بر اساس مبنای شاغول مشخص می کند. هنگامی که ریسمان شاغول
در امتداد سوراخ‌های تراز چوبی قرار گیرد، سطح عمود بر امتداد نخ شاغول سطح تراز افق را نشان می‌دهد. با استفاده از ریسمانی که دو نفر دو سوی آن را با فرمان مهندس محاسب قنات در امتداد پایه عمود به سمت بالا و پایین جابجا می‌کنند، مسیر افقی مشخص می‌شود. با محاسبه خط افق روی زمین، اختلاف ارتفاع بین نقاط ترازکشی شده به دست می‌آید. بدین ترتیب مثلثی قائم الزاویه شکل می‌گیرد که یک ضلع آن در امتداد خط افق و ضلع دیگر آن در امتداد شیب زمین است. اندازه ضلع مقابل زاویه بسته نشانگر اختلاف ارتفاع بین دو نقطه ترازکشی شده است. حال اگر قرار باشد چای در نقطه N حفر شود، اندازه این چاه باید به اندازه اختلاف ارتفاع محاسبه شده از چاه M کمتر باشد. برای جریان یافتن آب در دالان زیرزمینی باید شیب مختصری را برای آن محاسبه کرد. مهندس قنات می بایست اینجا با مفهوم دیگر نیز آشنا باشد. محاسبه تانژانت زاویه 60 درجه. زاویه بسیار کوچک که محاسبات کاملا دقیقی را طلب می کند. عددی معادل 1 به 1000. او می دانسته که بر مبنای محاسبات امروزی در هر 1 کیلومتر چیزی در حدود 1 متر شیب را محاسبه و اجرا کند. پس با در نظر داشتن شیب محاسبه شده، عمق واقعی چاه N با این فرمول محاسبه می شود. عمق چاه N مساوی است با عمق چاه M منهای اختلاف ارتفاع دو نقطه M و N به علاوه تانژانت زاویه 60 درجه ضرب در مسافت پاره خط AB که در حقیقت همان فاصله بین دو چاه M و N است. این پیچیدگی و نبوغ محاسبات در حدی است که سبب تعجب بسیاری از محققین غربی شده است. ماکسیم سیرو، معمار مشهور فرانسوی، می نویسد علی‌رغم به کارگیری ابزارهای ساده که تقریباً به قبل از تاریخ تعلق دارد، مهندسین عصر حاضر در مقابل مهارت مغنی‌ها شگفت‌زده می‌مانند. اشتباه در مسیر عملاً وجود ندارد. شیب قنات منظم و استوار است که از شسته شدن کف دالان جلوگیری می‌کند و علی‌رغم شکل زمین در بالای قنات، شیب در داخل راهروهای قنات به قدری ملایم است که موجب فرسایش خاک نمی‌شود. در ادامه روند ترازکشی، مهندس قنات در مسیر حفر دالان زیرزمینی محل حفر چاه‌ها و عمق دقیق آنها را مشخص می‌کند. مسیر حرکت مهندس قنات از سمت مادرچاه به سمت دهنه یا مظهر قنات خواهد بود. عمق چاه‌های محاسبه شده مرتب کم و کمتر می‌شود تا جایی که عمق آنها به صفر می‌رسد. این مکان جایی است که دالان زیرزمینی با سطح زمین تلاقی یافته و آبی که از سمت مادرچاه جریان خواهد یافت از این مکان که دهنه یا مظهر قنات است خارج می‌شود. حال که همه این محاسبات انجام شد، نوبت به حفر قنات میرسد. اما حفر دالان قنات باید چگونه و در چه مسیری انجام شود؟ مهندس دو راه پیش رو دارد. حفر از سمت مادرچاه به سمت دهنه و یا از سمت دهنه به سمت مادرچاه. روش اول امکان پذیر نیست، چون آب خارج شده از مادرچاه در مسیر دالان جاری می شود و ادامه حفاری را ناممکن می سازد. در نتیجه مهندس قنات حفاری را باید از دهنه قنات به سمت مادرچاه شروع کند. با شروع حفاری برای تخلیه خاکا از درون دالان و همچنین هوارسانی به مغنی، چاهایی که اندازه آنها قبلا محاسبه شده است حفر می شود.
چاه‌ها در نزدیکی مظهر از عمق کمی برخوردارند. در این منطقه با توجه به عمق کم چاه‌ها برای سرعت و سهولت حفر و خارج کردن خاک از دالان زیرزمینی چاه‌ها نزدیک به هم حفر می‌شوند. این فاصله گاهی اوقات به کمتر از 10 متر نیز می‌رسد. این چاه‌ها که عمود بر محور دالان حفر می‌شوند میله چاه نام می‌گیرند. با نزدیک شدن به مادرچاه فاصله دالان زیرزمینی از سطح زمین بیشتر شده و در نتیجه عمق چاه‌ها افزایش می‌یابد. چاه‌ها در نزدیکی مادرچاه از عمق زیادی برخوردارند و فاصله آنها نیز از هم زیاد است. این فاصله گاهی تا 100 متر نیز می‌رسد. در آغاز کار اندیشیدن به انجام این کار سخت و طاقت فرسا و به پایان رساندن آن اراده آهنین و همتی بلند را طلب می‌کند. مردمانی سخت کوش را نیاز است تا تمامی مشقات حفر این مسیر طولانی را به جان و دل بخرند و به نیت جاری ساختن جوی آب روانی در دل این بیابان تفتیده روزها و سالها را سپری کنند. در ابتدای مسیر حفر قنات همانند حفر یک جوی آب است. جویی که مرتب به عمق آن افزوده شده و در فاصله معادل 100 متر عمق آن به 2 متر میرسد. این جوی آب عمیق را هرنج می نامند. در اینجا دیگر خاکبرداری از کل هرنج امکان پذیر نیست و فقط باید تا ارتفاع 1.5 متری از کف هرنج خاکبرداری شود و مابقی دست نخورده باقی بماند و این به مفهوم ابتدای حفر دالان زیرزمینی است. در آغاز کار خاکهای دالان زیرزمینی از دهانه ورودی آن به بیرون برده می شود، اما هنگامی که مسیر طولانی شد بر اساس محاسبات قبلی خاک دالان می بایست از میله چاه‌های کم عمقی که حفر شده خارج شود. بیرون بردن خاک در چاه‌های کم عمق از چرخ چاه‌های کوچک استفاده می‌شود. خاکهایی که از چاه خارج می شود، همانند دایره‌ای که مرکز آن چاه باشد، در اطراف آن ریخته می شود. این دوایر خاکی شکل خاصی را در بیابان ایجاد می کنند. توالی این پشته‌های خاکی در امتداد مسیر راست نماینگر قنات محسوب می شود. هرچه دالان طولانی تر شود، فاصله آن از سطح زمین بیشتر شده و در نتیجه عمق چاه‌ها افزایش می‌یابند. حال برای خارج ساختن خاک از دل زمین نیاز به چرخ چاه بزرگتر، ریسمان‌های قطورتر و همچنین افراد بیشتر است. هنگامی که در این دالان‌های تنگ زیر انبوهی از خاک قدم برمی‌دارم، حس می‌کنم که به دنیای دیگری وارد شدم. انگار دیواره‌ها از هر سو به من فشار می‌آورند و نفسم را به شماره می‌اندازند.
گویی که درون قبری مدفون شدم و پا به عالم دیگری گذاشتم. اینجا تاریکی مطلق است به مفهوم واقعی آن. اگر لحظه نور برود، جز سیاهی چیزی نیست. راستی در هزاران سال پیش، چگونه پیشینیان در این دالانهای تنگ و تاریک کلنگ بر سینه دیوار می کوبیدند تا یک قدم پیش روند. یک گام پیش روی که مفهوم آن یک قدم نزدیکتر شدن به آب بود. برخی دالانها در طول زمان ریزش کرده و غارهای بزرگی را ایجاد کردند. وقتی وارد آن می شوی، احساس می کنی زیر گنبد بزرگی از خاک قرار گرفته ای. این ریزش ها فقط مربوط به کیلومتر اول دالان است. در کیلومتر اولیه جنس خاک سست است و مرتب ریزش می کند. این باعث شده که دیگر این مسیر مناسب جریان آب نباشد و به مسیر متروکه‌ای تبدیل شود. به همین جهت مسیر دیگری جهت خروج آب از زمین حذف شده است. در اینجا می توان اولین چاه ها را از داخل دالان ریزش کرده مشاهده کرد. این چاه ها در جای پایین تر از سطح زمین توسط سنگ پوشانده شده است تا مانع ریزش و تخریب قنات شود. حفر این دالان ها مرهون زحمات انسان های سخت کوشی است که هر روز ساعت ها در دل این تنگناها کار کردند و عرق ریختن تا مسیر دالان به سمت منشأ آب ادامه یابد. اما در طول تحقیقاتم پرسش دیگری ذهن مرا به خود مشغول می کرد. آنها چگونه می توانستن مسیر راستی را که در بالای زمین محاسبه کرده بودند در زیر زمین اجرا کرده و دچار اشتباه نشوند؟ پاسخ این است که آنها از روش خاصی به نام قرابلگیری بهره می جستند. در این روش باید خط راستی که دو چاه را به هم متصل می کند محاسبه شده و هم راستای آن خطی زیر زمین ترسیم شود. امتداد این خط راست نشانگر مسیر دالان در زیر زمین خواهد بود. برای ترسیم خط راست در سطح زمین دو نفر در سر دو چاه مجاور می ایستادند و ترازهای چوبیشان را به سمت هم نشانه می رفتند. هنگامی که نشانگیری دقیق شود، خط راست امتداد تراز نشانگر خط راستی است که دو چاه را به هم وصل می کند. حال باید همین خط راست در زیر زمین ترسیم شود. برای این کار، تراز چوبی در امتداد مسیر محاسبه شده در سر چاه قرار می گیرد. دو ریسمان که در انتهای آنها وزنه‌ای متصل است به درون چاه فرستاده می شود. یک روز منتظر می مانند تا حرکت ریسمان ها متوقف شود. سپس در زیر زمین با استفاده از نور چراغ مسیر حفر دالان را مشخص می کنند. اما چگونه؟ هر کدام از ریسمان ها سایه‌ای بر روی دیوار می اندازد. مهندس قنات چراغ را به چپ و راست جابجا می کند تا سایه های روی دیوار یکی شود. هنگامی که سایه یکی شد، سایه ایجاد شده مشخص کننده وسط دالان است.
و باید بر اساس این شاخص دالان حفر شود. کارگیری این روش به مفهوم این است که مهندسین قنات در هزاران سال پیش بر این اصل علمی اشراف داشتند که نور در مسیر مستقیم سیر می کند. در میان باغهای عناب قدم می زنم و تحسین می کنم نبوغی که سرسبزی را به این سرزمین خوش برمغان آورد. وزش باد در لابلای برگ درختان زمزمگر آوازی است که از اعماق تاریخ این سرزمین می آید. مردمانی سخت کوش که هیچ چیز در اراده آنها خللی وارد نکرد. آنها در مواجهه با سخت‌ترین مشکلات حفر قنات تسلیم نشدند و برای هر مشکلی راه حلی یافتند. با ادامه پیشرفت مسیر، استفاده از نور چراغ معیار مناسبی است که بتوان تشخیص داد آیا مسیر حفاری شده راست حفر شده یا کج. در یک سوی دالان یک نفر با چراغی در دست می ایستد و در سوی دیگر نیز مغنی. او به دقت نور و سایه روی دیوارها را بررسی می کند. هنگامی که نور روی دیوارها یک نواخت است، بدین معنی است که دالان در مسیر درست حفر شده است. مغنی هنرمند سعی می کند چاهای هوارسانی قناد را هرچه دورتر از یکدیگر حفر کند. در این مورد نیز زیباترین نمونه قنات قصبه گناباد است، جایی که چاهها تا بیش از 100 متر با یکدیگر فاصله دارند. حال آنکه ماهرترین مغنی ها نمی توانند بیش از 20 تا 30 متر بین چاهها فاصله بگذارند، یقیناً با طولانی تر شدن مسیر حفاری خطرات فراوانی جان مغنیان را تهدید می کند. کمبود هوا اولین مشکلی است که ایجاد می شود. پرسش دیگر من این بود که گذشتگان چه تمهیدی را برای مواجهه با کمبود هوا و یا گاز گرفتگی اندیشیده بودند. آنها در ابتدای هر روز مقداری شن نرم را داخل چاه می ریختند. این کار باعث حرکت هوای ساکن در اعماق چاه شده و گردش هوا را موجب می شود. اگر چنانچه فردی در مسیر حفر قنات با منطقه‌ای که تراکم گازهای مضر آن زیاد است مواجه شود، مغنی با قرار دادن سرکه زیر بینی او امکان تنفس را برای او فراهم می کند. واکنش شیمیایی بین سرکه و دیوکسید کربن باعث تولید اکسیژن می شود که فرد گاز گرفته را از خطر مرگ نجات می دهد. ایجاد سوراخی لوله مانند در کناره چاه نیز باعث گردش هوا و رسیدن هوای تازه به مغنی خواهد شد. جاهایی که تراکم گاز مضر زیاد است، با حفر چاهی در کنار چاه اصلی به نام چاه بادو، هوا به راحتی در مسیر دو چاه به گردش در می آید. خطر دیگری که مغنی با آن مواجه است، خطر سقوط سنگ و کلوخ از بالای چاه به اعماق چاه است. با در نظر داشتن حفر چاه‌های عمیق چند صد متری، اگر یک سنگ ریزه کوچک از دهانه چاه سقوط کند،
در 100 متری چنان شتاب وحشتناکی می‌گیرد که ممکن است اصابت آن به مغنی به قیمت جان او تمام شود. بنابراین مغنی با استفاده از سپری به نام تخت سرپناه که شکل نیم دایره دارد مانع از سقوط سنگ‌ها روی سر خود می‌شود. در این حال کمر خود را با ریسمانی به این تخت وصل می‌کند تا اگر چنانچه با حفره زیرزمینی مواجه شد درون آن سقوط نکند. چه هوای دلپذیری است و چه خنک های مطبوعی در دل این بیابان سوزان. برای چنین هوایی چه مردانی که در دل زمین نفس را بر خود تنگ کردند و چه بسیار که در نبود ذره هوا جان باختند تا در امتداد هزاران سال بعد از هوای تازه نفس ها جان تازه گیرد و جان ها به این تراوت شو گذار. مهندس قنات می دانسته همانطور که در روی زمین کوه وجود دارد در زیر زمین نیز کوه وجود دارد. شاید یکی از بزرگترین مشقاتی که در حفر این قنات وجود داشته مواجهه مسیر دالان قنات با کوهی زیرزمینی بوده است. کوهی سرسخت که کار حفاری را با دشواری های بسیار مواجه ساخته بود، طوری که از کلنگ ها جرقه برخواسته و به سرعت کند می شدند. ما حاصل یک روز کار در داخل قنات شاید چیزی بیشتر از دو مشت سنگریزه نبود. اما تلاش سرسختی مردمان این سرزمین باعث شد که با صرف زمان و مشقات زیاد این کوه نیز پشت سر گذاشته شود. هنوز فرسایش چند هزار ساله آب و هوا نتوانسته است سنگریزه های حاصل از این حفاری را به خاک تبدیل کند و این خود گواه روشنی در سختی مسیر حفر شده است. گوش کن، گوشه انگور با تو سخن میگوید. میگوید شهد شیرینی خواهم ساخت از آبی که مردانی در دور دست تاریخ کام خود را تر ساختند و کلنگ بر دیوار سرسخت زمین کوفتند تا قطره آبی در پای ریشه هایم جریان یابد. و اما اوج هنر این قناد را می توان در حفر چاه‌های عمیق چند صد متری دانست که در آخرین چاه‌ها به 300 متر نیز می رسد. اما چگونه و با چه تمهیدی حفر چاه با این عمق امکان پذیر بوده است؟ من بر این باورم هنگامی که گمانه را در نقطه‌ای که به نظر می رسید حفر کردند و در عمق 100 متری به آب نرسیدند، دست از کار نکشیدند، بلکه در این نقطه 100 متری اتاقکی ساختند و چرخ و تناب و همه ابزار لازم را به آنجا منتقل کردند. سپس از این اتاقک به حفر چاه جدید پرداختند، اما نه در امتداد اولی بلکه در نزدیکی آن. به این ترتیب تخلیه خاکا به راحتی از چاه دوم انجام و از طریق چاه اول به خارج فرستاده می شد. چون پس از حفر 100 متر دیگر باز هم به آب نرسیدند، به همین روش به حفر چاه سومی روی آوردند. به این ترتیب مجموعی از 3 چاه که تقریبا به صورت عمودی حفر شده در عمق 300 متری به آب رسید.
تصور من در ابتدا بر این بود که چای 300 متری همان چای گمانه است. من میپنداشتم فناوری قنات تنها امکان بهره برداری از سطحی ترین سفره آب زیرزمینی را امکان پذیر میسازد. اما محققین ایرانی بر اساس شواهد موجود در قنات قصبه اسرار دیگری را بر من آشکار ساختند. مسیر دالان زیرزمینی چندین کیلومتر بعد از عبور از چاه 140 متری در زیر سفره آب زیرزمینی قرار می گیرد. در این صورت حفر چاه بسیار دشوار می شود، زیرا حفاری چاه از سطح زمین با رسیدن به آب متوقف می شود. با انباشته شدن آب در داخل چاه امکان ادامه حفاری جهت اتصال چاه به دالان زیرزمینی وجود نداشته است. در صورت مواجهه با چنین مشکلی تنها یک راه برای اتصال چاه به دالان پیش رو بوده است. حفر چاه بارونی از سقف دالان به سمت بالا. این کار دشوار و طاقت فرسا سرکولی نام دارد. اما چگونه میتوان تشخیص داد مسیر چاه وارونه دقیقاً با چاه حفاری شده از سطح زمین تلاقی می‌یابد؟ باید گفت با محاسبه فاصله چاه‌ها در سطح زمین و در نظر گرفتن آن در زیر زمین میتوان محل حفر چاه وارونه را مشخص کرد. سرکولی هنگامی که مغنی به زیر سفره آب زیرزمینی و سنگ بستر نزدیک می شود بسیار دشوار و طاقت فرسا می شود. در این مرحله مغنی در وحشت تاریکی مطلق بر بالای سر خود کلنگ می زند و ریزش آب بر سر و صورت او را کاملا خیس و گلالود می کند. با پیشتوی میل چاخا به سمت دامنه کوه عمق ارتفاع سرکولی بیشتر و بیشتر می شود و این یکی دیگر از عجایب قنات قصبه را آشکار می سازد و آن ارتفاع زیاد سرکولی هاست. در قنات قصبه ارتفاع برخی سرکولی ها تا 100 متر نیز می رسد. زیبایی و جلوه‌گری درخت انجیر در این بیابان حکایت از چه دارد؟ چه کسی آب را از اعماق زمین به پای این درخت انجیر رساند؟ در چاه‌های کم عمق و یا در چاه‌های عمیقی که هنوز عمق کمی از آن حفر شده است، یک نفرم می‌تواند دلو خاک را بالا کشد و موقعی که دلو به بالا رسید آن را گرفته و خالی کند. ولی در کندن و بیرون کشیدن خاک دالان‌ها از طریق چاه‌های عمیق، طول و قطر ریسمان باعث سنگینی آن می‌شود. کشیدن وزن ریسمان سنگینی که از آن دلو پر از خاک آویزان است، در توان یک فرد نیست، پس به ناچار باید تعداد افراد را بیشتر کرد. چاه‌ها که عمیق‌تر شوند، فاصله آنها با یکدیگر افزایش خواهند یافت. در این صورت، یک نفر نمی‌تواند به تنهایی دلو پر را از محل حفر تا محل خروج آن از چاه حمل کند.
از تعداد افراد داخل دالان نیز افزایش می‌یابد. بنابراین دلو پر در دالان طولانی دست به دست می‌شود تا به زیر میله چایی برسد که قرار از جهت تخلیه از آنجا به بیرون هدایت شود. دلوکش پس از متصل نمودن دل به ریسمان با تکان دادن ریسمان به افراد بالای چاه خبر می دهد که دلو آماده کشیده شدن به سمت بالاست. نظریه من در مورد حفر چاه 300 متری نظریه حفر روش پلکانی بود، اما در مسیر تحقیقات و تعامل و نامنگاری با محققین ایرانی با نظریاتی متفاوت آشنا شدم که جای تأمل داشت. آنها بر این باور هستند که ممکن است حفر چاه‌های عمیق نه به روش پلکانی بلکه در امتداد مسیر راست انجام گرفته باشد. به نظر این پژوهشگران راز و رمز این روش با ابداعاتی در تکامل چرخ چاه و تعداد نیروهای به کار رفته در آن نهفته است. حفر چاه‌های با عمق بیش از 200 متر باعث شده که روش‌های خلاقانه برای چاکنی ابداع شود. در چاه‌های عمیق افزایش طول تناب و سنگین شدن آن باعث ایجاد سنگینی و عدم تعادل در چرخ چاه می‌شود. اینجاست که جهت حل این مشکل چرخ چاه دو سره ابداع شده است. در این روش ریسمان فقط یک دور دور چرخ چاه پیچیده می شود. در سر چاه غرغره ای استوار می شود تا دل بدون برخورد با دیواره چاه در مسیر خود حرکت کند. در حالی که دلوی در یک سر ریسمان رو به سوی عمق چاه پایین می رود، دلوی دیگر در دیگر سو از عمق چاه به سمت بالا کشیده می شود. در چاه‌های عمیق‌تر از 250 متر، گروه کاری سر چاه ممکن است به 6 نفر هم برسد. دو نفر به نام پاچرسن روی سکویی نشسته و با فشار پاهای خود روی بازوهای چرخ چاه را به چرخش در می‌آورند. یک نفر به نام میانگیر وسط می‌نشیند. او با پایش ریسمان را هدایت می‌کند که درست در وسط چرخ چاه حرکت کند. میانگیر با این کار باعث می‌شود ریسمان روی شیار غرغره به درستی قرار گیرد و در مسیر درستی به درون چاه هدایت شود. اگر او ریسمان را کنترل نکند، ریسمان ممکن است به یک گوشه چرخ بخزد، چرخ را کج کند و حتی دستک ها را بشکند. و اما مهمترین فرد در این گروه میاندار است. میاندار استاد و کارآزموده است و رهبر گروه به شمار می آید. او سر چاه می نشیند، پاهایش را در دو سوی محور غرغره می گذارد و با هر دو دست ریسمان را طوری مهار می کند که درست در میانه چاه باشد. اگر این کار نشود، ریسمان به سر چاه گیر می کند. این سبب می شود خاک به داخل چاه بریزد و بر اثر عمق بسیار زیاد چاه دل شروع به چرخش کند و به دیواره چاه برخورد کرده و عواقب بسیار بدی به بار آورد. همچنین احتمال دارد دو ریسمان بالا رونده و پایین رونده به هم گیر کرده و به یکدیگر پیچ خورند. چه خوش جلوه است رنگ شورآفرین قرمز انار در بیابانی که حیاتش را مدیون آبی است که مردان آفتاب سوخته کویری
آن را از اعماق زمین بر سطح آن جاری ساختند. زمانی که به علت عمیق شدن چاه این سه نفر قدرت کشیدن دل را نداشته باشند، روش خلاقانه تالارکو برای افزایش توان به کار می رود. در این روش چارچوبی که به اندازه قد یک آدم از چرخ بلندتر است در لبه چاه به نحوی استوار می شود که بر چرخ مسلط باشد. دو نفر که با آنها تالارکو می گویند به بالای چرخ می روند و دست‌های خود را به بالای چارچوب می‌گیرند و با پا روی چرخ فشار می‌آورند. بدین طریق یک گروه پنج نفره دلو سنگین را از چاه به بالا می‌کشند. این کار در روی چرخ دو سره انجام می‌شود. هر چه دلو پر از چاه بالا بیاید، به دلیل پایین رفتن دلو خالی از میزان انرژی لازم کاسته می‌شود. در اواخر کار، یعنی وقتی سمت دلو خالی سنگین‌تر شد، دو نفر تالارکو باید کمک کنند که چرخ سرعت نگیرد. باید گفت که در دو سر ریسمان چرخ دو سره علاوه بر قلاب چوبی که دسته دل را به آن آویزان می کنند، حلقه ایست که با رسیدن دل به بالای چاه میاندار تیر چوبی را از میان آن می گذراند تا هنگامی که دل از قلاب گرفته شد سر ریسمان به درون چاه رها نشود. در هر صورت کار تالارکو خیلی خطرناک است و از عهده هر کسی بر نمی آید. وقتی دل به بالای چاه رسید، یک نفر آن را می گیرد و خالی می کند. همکنون یک سر ریسمان که دل پر به آن آویزان بوده در سر چاه قرار دارد و سر دیگر آن که دل خالی به آن آویزان است در عمق چاه. میاندار دل خالی را دوباره به چنگک بست می کند. اما قبل از آن باید شگردی که لازمه ای کار است انجام گیرد. حال دلو خالی نباید از مسیر بالا آمدن دلو پر برگردد، بلکه باید از سوی دیگر، یعنی از مسیر غرغره به درون چاه هدایت شود. پس در این هنگام رهبر گروه می باید جای ریسمان را عوض کند. با این روش ریسمانی که قرار است دلو خالی روی آن قرار گیرد از سمت غرغره به داخل چاه هدایت می شود. در قنات قصبه تمامی فنون حفر قنات به اوج خود رسیده است و دقت در اجرای محاسبات مهندسی آن پژوهشگران را شگفت زده می کند.
قنات قصبه اوج خلاقیت و تکامل فن مهندسی حفر قنات است و در ضمن اوج تلاش و سخت‌کوشی بشری در مواجهه با مشکلات پیاپی. این موضوع میتوان از میزان دالان‌ها و میل چاه‌های حفر شده پی برد. من حفر قنات قصبه را یکی از سخت‌ترین کارهای بشری می‌دانم و آن را بسیار فراتر از حفر قنات می‌شناسم. همانطور که فرانسویان به برج ایفل افتخار می‌کنند، ایرانیان نیز می‌بایست به این سازه عظیم آبی مباهات کنند. تفاوت در این است که برج ایفل سازه است بر روی زمین و نمایان، اما قنات قصبه سازه است کاملاً در دل زمین پنهان. قصه حفر قنات با جریان یافتن آب در دالان‌های زیرزمینی به پایان می‌رسد، اما قصه زندگی در بیابان خشکی که به مدد قنات جان گرفته هنوز در آغاز راه است. بذرها در زمین‌های حاصلخیز به بار می‌نشینند و در فصل گندم درو ثمره تلاش بی‌دریغ چندین نسل در خوشه‌های گندم تبلور می‌یابد. گندم و گندمزار. چه زیباست جلوه‌گری خوشه های گندم در آفتاب تابان بیابان، و چه خوش جلوه است موج گرفتن ساقه های گندم در خنک های نسیم. و چون گندم از زمین حاصل آید، سفره ها از آن برکت گیرد. و قصه آب و قنات است اینجا که خوردنان ایرانی است حرمتی است بسیار نزد مردمان این سرزمین. درختان پسته از چی میگویند در این بیابان؟ همه ی حیات آب را فریاد میکشند اگر گوش ها شنوا باشند. آنان که آب را از دل زمین بر این بیابان جاری ساختند، چه خوب بوته سبز کوچکی را قد میدانستند. آنان دیدند چگونه این بیابان تفتیده به جریان آب جلوه یافت و سرسبز شد. اما قنات فرازی دارد و فرودی. اگر قنات فرو ریزد و همتی بر لایروبی آن نباشد، آب آن رو به کاهش می‌گذارد و آبادانیش رو به زوال. برای من آن روی دیگر سکه زمانی نمایان شد که از باغ‌های آباد قصبه قدم در قلعه مخروبه گذاشتم که پیش از این آبادانیش را مدیون قنات قصبه بوده. روزگار آب قنات قصبه چندین برابر میزان فعلی آن بوده است. این آب به مراتب بیشتر از نیاز قصبه گناباد بوده، طوری که مازاد آن شبانه در چای ریخته شده و پس از چندین ساعت حرکت درون دالان زیرزمینی صبحگاهان به سطح زمین می رسیده و سبب می شده زندگی در فرسنگ ها دورتر از قصبه گناباد در دل کویر جریان یابد. اما کاهش آب قنات باعث تغییر سرنوشت این آبادی شده است. حال از این آبادی جز مخروبه چیزی به جا نمانده. آب که از این سرزمین برود، زندگی نیز خواهد رفت. روزگاری در این کوچه ها هیاهو و قوقای زندگی جریان داشت. فریاد شادی کودکان بود و ولوله رهگذران.
شاید صدای ساز و دخول نوعروسی و شاید هم صدای شیون و ناله داغدارانی پرصدار. در زوال آب و حجمه خشکی، همگان از فقیر و غنی، پیر و جوان، مرد و زن چاره جز ترک وطن نداشتند. چه سوزناک از سرنوشت، هنگامی که نبود آب، نبود حیات را رقم می زند. روزگار اینجا آب بود و آبادی، آبادی که از این سرزمین برود، شنهای روان که سفیر کبیرند، جرأت می یابند تا قلمرو حیات را در نوردند. و چنین است اراده خداوند که حیات هر جانداری را در آب قرار داده است. و این مردم که قصه آب و آتش را آموختند، چه خوب می‌فهمند زبان حال آن تشنه لبی را که جان داد تا در امتداد زمان جانهای تشنه جانی دوباره گیرند. من منات قصبه را حماسه خاموش در دل کبیر می دانم که شگفتیایش در زیر زمین از چشم ها پنهان مانده است. منات قصبه به سان قلبی تپنده است و جریان بیوقفه آب در رگهای زمین را باعث شده و شکوه حیات را در بیابانی خود جلوه بخشیده است. هزاران سال است که قلب قنات می تپد، بی وقفه و بی درنگ. و اکنون نبض حیات این قنات در دست کسانی است که تپش قلبشان در گروه تپش قلب قنات است. باشد تا نسل‌های بعدی این میراث کهن بشری را از گزند زوال و تخریب مسون نگه دارند. کبیر، آسمان آبی و خورشید سوزان، و جستجوی آسمان برای ظاهر شدن لکه ابر، و ابر یعنی نوید بارش باران، و باران یعنی سیراب شدن سرچشمه های قنات، و قنات یعنی آب، و آب یعنی زندگی. Thank you.